و حال جناب خان چطوره؟ عالی. جناب خان کجاست؟ بله؟ جناب خان مگه هست تو برنامه‌تون امروز؟ فکر میکنم بله، نه هست. چقدر خوب، من خیلی دوست داشتم ببینمه. چی شده؟ میگم خیلی دوست داشتم، خیلی باحاله تو برنامه‌تون، خوبه. خیلی؟ بله بله. چه بانمک شدی امشب؟ کی ما؟ بله. چرا بانمک شد؟ چی شده مگه؟ چه لباسه بهت میاد، چه اینکه بهت؟ ببخشید آقای جوان، چرا با بقیه صحبت، چرا فقط با من صحبت میکنید؟ خب بخاطر اینکه تو رفیقمی. چرا فقط من مهمون برنامه مو ثبت نام کرده بودم به خندوانه. خب امروز زنگ زدن گفتن بیا لباس مناسب بپوش بیا تو برنامه بشین. جناب خان کجاست؟ من نمی‌بینمش. عزیزم جان عزیزم جان. شما هم قیافت تابلوه، هم صدا تابلوه، هم لهجه شیرین تابلوه. لهجه دارم؟ بله. رامو یه لحظه بیو ببخشی، اصخاری میکنم بیو بیو ببخشید. رامو جان مو معلومه جناب خانم؟ آره خب معلومه. جدا نارو میگی؟ بله. اینکه زدم کلانو کامل تابلوه مو جناب خانم؟ بله بله. خب بعد بخ رامو خوش شرحه شدم. چرا؟ خدا نکنه. چرا تو باید خودت قایم کنی؟ رامبد ببخشید عذرخواهی میکنم، قاچاقچی آدم خداشناس داری سراغ داری؟ قاچاقچی آدم یا قاچاقچی خداشناس نمیشی؟ نه میگم که یعنی با وجدان باشه، آدم قشنگ رد کنه از مرز. چه اتفاقی برات افتاده؟ هیچی، نه کلی میگم. منو در جریان بذار، چه دست گلی به آب دادی؟ رامبد جان بله. کوهنورد آشنا به قلل مرزی تو رفیقات سراغ داری؟ یه کوهنوردی که مرز مرز رد کنه. آقا چرا میخوای از مرز رد بشی؟ میدونم رامبرد. مملکتتو میخوای رها کنی بری کجا؟ نه میخوام مملکتمو رها کنم، زندگیمو حفظ کنم عوضش رامبرد. خدایی نکرده چیکار کی داره زندگی تو رو تهدید میکنه؟ رامبرد من بخت دارم. کی داره زندگی تو رو تهدید میکنه؟ رامبرد نمیدونم، بگم رامبرد همینجا میمونه پیش خودمون؟ بله. رامبرد هم اینجا امنن؟ آره کسی صحبت اینجا بیرون نره، من سری بگم شاید برام مجبور شم فر بخورم. رامبرد بگو مو بعد مدت ها امروز بوی احلام اجازه داد که آقا شما یه نهاری اجازه داد با هم بخوریم. به به آقا تبریک میگم. آقا من تبریک میگم به شما. میدونم تو اینجاش تبریک داره، بعدش تسلیت داره. اینجاش تبریکه. تو اینجاش تبریکه، بعد یهو میشه تسلیت. چرا؟ الان میگم آقا ما گفتم ما بالاخره بعد 10 سال فرصت کمی نار با هم بخوریم. بله. آره گفتم رستوران قبلش زنگ زدم گفتم احمد صفاری من و احلام که نشستیم سر میز تو تغییر قیافه بده، بیا اونجا سر میز ما یه پارو بازی در بیار. خب ما بلند میشه اونجا یه چپراس بهت میزنم میرو فومت جلو الان قلدر بازی در بیارم بهم اعتماد کنه. خب قشنگ گفتم، کار قشنگ کردم. لازمه آخه دیگه. نه میدونم بابا، یه بار گیر آوردیم و موقعیت رو که اجازه بدن تو با الان بری نار بیرون. گفتم توی موقعیت مردونگیمو نشون بدم. همه کارات هم تو همون یه جلسه میخواستی انجام بدی. خب بگو آقا ما نشستیم سفارش دادیم قرم سبزی نمیدونم سالاد شیرازی هرچی آورد. خب یه نفر اومد آروم از بغل پاش زد به من گفت ها برو اوور. گفتم احمد از پشت اومده سراغ رامبرد. بلند شدم تو هوا، ظرف قرمه سبزی ورداشتم گوش زدم تو صورتش، ای خورشتامی اومد پایین، سالاد شیرازی ورداشتم پاشیدم تو صورتش، پیاز رفت تو دماغش، آب قوره رفت تو چشمش میسوخت. چی رفت تو دماغش؟ آب قوره رفت تو دماغش میسوخت، پیاز تو چشمش، دستش گذاشت رو میز، چنگال ورداشتم گیشت فای. زدم رو دستش دوختم رو میز فای. اومد نگاه کنه دستشو پس گردن گرفتم کله رو میز گوب 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 گوب، دماغش کامل صاف شد، بلند شد دیدم احلام اوور زوغ عشق تو چشاش اسلو موشن ایجوری دست، تمام مشتری ها تو رستوران دست، همه بندری اوور تمونه همبونا رفت والا. وی الله توبه ماشالله، نرگیل جناب خان ول جناب خان ول ماشالله ول پهلوان ول وقدرت. رامود آوای نارگیله تو رستوران پیچیده بود،
برگشت. من یه سوال دارم جان جان، نگر دارم یا ادامه بدی؟ نه یک تیکه کوچولوش مونده، مش آخرشه. من موندم چرا همه اینقدر خوشحال شدن؟ همه دیونه. آخه خیلی قوقا زد عمران بود، قوقا زد. آخه این نامردیه اونجوری کردن. آره با چنگال دستش دو آخرین اینه. خیلی دوست داشتن اتفاقا عمران بود. اینجاشو دوست داشتن خیلی. اینجا چیکار کردن؟ برای اینکه دست اسلو موشن دست میزدن. یعنی اینجوری که کوبیدی همه گفتن کل تو هوا، بشقابای برنج رو پاشیدن تو هوا، عشق و حال. رامبود رامبود جان. خب بله رامبود. بله آروم برگشتم سمت احمد، دیدم این خورشتا داره از صورتش میاد پایین. این ور اومد پایین، دیدم رنگ چشش یکم با احمد فرق میکنه. فای احمد نبوده. چنگال اتو دستش کشیدم بیرون، دیدم دستش سه برابر احمده. پیاز و اتو دماغش کشیدم بیون، دیدم دماغش نه برابر احمده. کلش آوردم بالا، دیدم این اصلا احمد نیست. یه چیزی عجیبش افتاد بیرون. چی بود؟ ای بود پنج بوکس چاقو افتاد بیون عجبش. این سلاح به حساب میام. سلاح به حساب میام. ما هم قبول دارم او لحظه هم سلاح به حساب اومد. این مال اون آقا بود؟ بلند شد رام بود، 2.14 قدش بود. یا خدا همه گفتن وای خلیل گرازه. رام بود رام بود آواها عوض شد، همه گفتن گرازه نارگیل گرازه نارگیل خلیل از زیر میز وسط پای خلیل گراز فر خوردم، دو تا پشتک زدم اومدم. خلیل پیاز اتو او سوراخ دماغش کشید بیرون، افتاد دنبالم. رام بود چهار تا چهارای دویدم. الان کل کجا بود؟ الان که اصلا فراموش کرد اونم ولش کو دیگه. گفتم این زندگی مولا رو مو این زندگی نمیخوام. کل اشرار منطقه الان دنبال من. رام بود یا خدای من. رامبو جان جان عذرخواهی میکنم، کسی سراغ داری تو پوست خر آدم رد کنه؟ از کوهستان الاغ خوب سراغ داری توش برم تو پوستش؟ عزیزم من پیشنهاد میکنم ماجرا رو با پلیس مطرح کنیم. نه دیگه رامبو جان، میشه شادی این برنامه به روح متقدیم کنیم؟ میشه؟ وا رامبو عزیزم، حفار تونل خوب داری تو رفیقات؟ عزیزم نکن این کار. متخصص جراحی چهره داری صورتم عوض کنه؟ من میگم با پلیس مطرح کنیم، پلیس ازت حمایت میکنه. فایده نه رام بود، بریم باشون حرف بزنیم. من برم باشون حرف بزنم. نه دیگه فایده نه رام بود. بله اگه متخصص جراحی خوب سراغ داری، ما چون ابروام هم یه مدتی میخواستم میکروبلیدینگ بکنم قشنگ بشه، گفتم یه بار آقا بلم کن، تو داری دنبال بهانه میگردی دست به سر صورتت بزنی. گفتم ابروی راستم میکروپیگمنتیشن بکنم. این چی هست؟ قشنگ ابروام قشنگ. رام بود لاک مسی به نظر تو دستمو میشینه؟ عزیزم جان رامبو جان بله. جلو فرند داری؟ به نظرم سنگین تر از اون لازم داری. سردرد عجیب سراغ دارم. بذار من فکر کنم ببینم. خدا تماشاگرها خدافظ، حلال کن، قربان شما. آقای خلی. جوان بله سلام، سروان سایی هستم از کلانتری، مزاحمتون میشم. خواهش میکنم بفرمایید. ضمن عرض خسته نباشید مستعذر باشید، امروز خلیل سیرتزانی معروف به خلیل گراز خوب. که سردسته باند شرور گراز آینه ای هستن، ته اقدامی عجیب خودشونو به کلانتری منطقه معرفی کردن. خوب. ایشون 3 سال بود تحت تعقیب بودن، امروز با رشادت جناب خان تصمیم گرفتن تسلیم بشن.
من تماس گرفتم که به نوبه خودم از حرکت قهرمانانه جناب خان تشکر کنم، هرچند که مردم بهتر تو برخورد با مجرمی خودسرانه عمل نکنن و به پلیس اعتماد کنن. ولی بازم ممنون، مراسم بزرگداشتی هم برای جناب خان تدارک دیدیم که در اولین فرصت برگزاریش میکنیم. ممنون از برنامه خوبتون معید باشید. جناب سرو خیلی ممنونم، عیدتون مبارک. خواهش میکنم، عید شما مبارک معید باشید. جناب خان مرد شنیدی؟ چیه شنیدم؟ جناب سروان زنگ زد شنیدی؟ رفیقای قدیمی رو هم با جناب سروان سایدی سروان تو تا الان داشتی دوتا شلوار عوض داشتی میکردی از رام بود از پوشش ماموریتم، یعنی باید بیرون میومدم پوشش پلیس مخفی اون باید کنار میذاشتم جلو امثال تو. تو پلیس مخفی نیستی، منو سر کار نذار. دیروز سروان سایی زنگ زد گفت که خلیل گراز از اشعار معروف منطقه دچار مشکله، جناب خان تو با احلام یه برنامه بز بروفش. ما هم رفتم رامبود جون ما باور کن، باور کردی؟ آبرون دارو میده که باور کنی. آره باور کردم رامبود. اگه اشعاری چیزی داری بده جان رامبود. اسپری میخوای؟ رامبود میدونی دوای این درد چیه؟ این صرفه شطور خوب سراغ داری؟ گوشت شطور رامبود، گوشت شطور خیلی میگن خوبه براش، حتما هم گرم باشه. باشه باشه رامبود جان. بله. اگر مشکلی جای دیدین به لحاظ امنیتی در منطقه ما حتم خلاصه بیا این مال آقا گراز است. کوخ بیا مال آقا گراز است بگیر. خیلی خدایا خدایا بذار بذارم تو جمعون. بله بله خب خیلی ممنون. رامبود